بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تغییر رویکرد بریتانیا در قبال اتهامات نسل کشی علیه آیغورها پیش از سفر به چین. نگرانی سازمان ملل از افزایش فقر در افغانستان. ماه گذشته 77 نفر در نتیجه حملات مسلحانه در پاکستان کشته شدند. و دیوان عالی هند درخواست بازگشت وضعیت ایالتی کشمیر را بررسی می کند. وقت شما بخیر. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از سفر رسمیش به چین از موضع قبلی خود در خصوص نسل کشی مسلمانان اویغور عقب نشینی کرده است. این تغییر رویکرد در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌هایی درباره کاهش فشار بر چین به منظور تقویت روابط تجاری و اقتصادی وجود دارد. لامی قرار است در این سفر با مقامات چینی درباره مسائل حقوق بشری و دیگر موضوعات مهم گفتگو کند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا به دنبال سفر رسمیش به چین از موضع قبلی خود در خصوص توصیف رفتار چین با مسلمانان اویغور به عنوان نسل کشی عقب نشینی کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی هایی درباره کاهش فشار بریتانیا بر چین به منظور تقویت روابط تجاری وجود دارد. وزیر امور خارجه بریتانیا قرار است در این سفر با وزیر خارجه چین و رهبران تجاری در شانگهای دیدار کند. دولت چین به دلیل بازداشت نزدیک به 2 میلیون مسلمان اویغور در کمپ‌های آموزش مجدد تحت انتقاد شدید جهانی قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از شکنجه، کار اجباری و سوء استفاده جنسی در این مراکز است. با این حال در آستانه سفر دفتر وزیر امور خارجه بریتانیا از موضع قبلی خود فاصله گرفت و تأکید کرد که تشخیص نسل کشی بر عهده دادگاه‌های بین المللی است. حکومت بریتانیا همچنین بر لزوم ایجاد روابط عملی و پایدار با چین تأکید کرده و وعده داده که به مسائل حقوق بشری در سطح بالا بپردازد. در این راستا دیوید لامی قرار است نگرانی ها درباره اویغورها و سایر مسائل حقوق بشری را در دیدارهای خود مطرح کند. این تغییر رویکرد ممکن است به دلیل نیاز بریتانیا به بهبود روابط اقتصادی با چین به ویژه در زمینه فناوری های سبز و تجارت باشد. دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر، با توجه به تغییر رویکرد وزیر امور خارجه بریتانیا در قبال اتهامات نسل کشی علیه اویغورها و نیاز به بهبود روابط اقتصادی با چین، آیا فکر میکنید این تغییر موضع میتواند بر وضعیت حقوق بشر در چین و به ویژه بر زندگی مسلمانان اویغور تاثیر بگذارد؟ بله، عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه‌تون. با توجه به اینکه مسئله نقض حقوق بشر در چارچوب سیاست‌های ملی یا مبتنی بر اعمال حاکمیت ملی از سوی هیچ کشوری پذیرفته نیست و یک مسئله جهانی هست، رسیدگی به مسئله حقوق بشر و نقض اون، باید در حالت کلی اعلام بکنیم که خب چین با 2 مسئله بسیار مهم در سیاست خارجیش مواجه هست. یکی مسئله نقض حقوق بشر علیه اویغورهای مسلمان و همچنین مسئله سیاسی که در رابطه با تایوان وجود داره. ولی اون چیزی که باید در رابطه با سیاست انگلیس یا سایر کشورها نسبت به چین الان ما مطرح کنیم اینی که کشورها
علی‌رغم نقش انتقادیشون علیه سیاست‌های ضد حقوق بشری چین یک نگاه دو جانبه هم نسبت به روابط تعریف میکنن. یعنی اون اعتراض و انتقاد عمومی نسبت به سیاست‌های خشن چین علیه اقلیت مسلمان اویغور باعث نمیشه که اینا در فضای روابط دو جانبه اون پنجره روابط رو محدود بکنن. بنابراین سیاستی که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد آقای لمی که این ارتباطی با مسئله در واقع نقض حقوق بشر نداره و اون وظیفه سازمان‌های بین‌المللی است که بهش رسیدگی بکنن، اینجا ما میتونیم این تفاوت نگاه رو در دو روش در واقع یا سیاست چند وجهی انگلیس و سایر کشورها نسبت به چین داشته باشیم. طبیعتاً با توجه به نیاز کشورها به توسعه روابط اقتصادی، انگلیس تلاش کرده که مسئله انتقادش از نقض حقوق بشر در چین رو جدا بکنه از اون موضوعی که به عنوان نیاز به همکاری اقتصادی با چین داره. ولی در حالت کلی چون ایشون گفته که قرار در مناسبات دو جانبه این مسئله رو هم در دستور کار مذاکره با مقامات چین قرار بده، ما باید شاهد این باشیم که در این رابطه چینی ها موظف و متعهد بشن که یک موافقت نامه ای رو در واقع امضا بکنن که انگلیس معمولا همراهی نکنه برخی از کشورها رو که در این رابطه علیه چین انتقاد دارن، و اون هم عبارت از اینه که چین متضمن تضمین هایی بشه یا متضمن به این بشه که دیگه نقض حقوق بشری علیه اویغورها یا مسلمانها انجام نده. این پدیده اگر شکل در واقع جهانی پیدا بکنه طبیعتا نتیجه بخش خواهد بود. عرض کلام آخرم اینه که مناسبات دو جانبه با مناسبات بین المللی یا اون نگاه بین المللی کشورها با هم تفاوت داره. انگلیس تلاش کرده فقط در حد روابط دو جانبه از این مسئله چشم پوشی کنه، ولی در مناسبات بین المللی مسئله حقوق بشر یک نقطه‌ای هستش که هیچ کشوری نمیتونه صرف اینکه حاکمیت ملی داره بر مردمش بر سرزمینش هر جنایتی رو مرتکب بشه و هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه. من فکر میکنم انگلیس حداقل در سطح بین المللی این سیاست فشار رو ادامه خواهد. ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی نخست مورد وبا در لبنان پس از درگیری های بین ارتش اسرائیل و حزب الله را تایید کرد. این سازمان از شیوع وبا به دلیل شرایط بهداشتی نامناسب و کمبود آب آشامیدنی سالم در میان آوارگان ابراز نگرانی کرده است. بیش از 1 میلیون نفر در لبنان به خاطر درگیری ها آواره شدند. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است اطمینان یابد که کمک‌های مهاجرتیش به ترکیه برای نقض حقوق مهاجران استفاده نمی‌شود. این نهاد نگرانی‌های درباره اخراج مهاجران افغانستانی و سوری توسط ترکیه و ادامه حمایت مالی اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت مطرح کرده است، در حالی که اخراج مهاجران ادامه دارد. مسلمانان در ایالت هیمچال پرادش هند به دلیل تجمع‌های ضد اسلامی و تهدیدها با اضطراب و ناامنی مواجه هستند. این تجمع‌ها با هدف تخریب مسجد و تحریم اقتصادی علیه مسلمانان شکل گرفته و بسیاری را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است. وضعیت فعلی نیازمند اقدام جدی برای حفظ امنیت مسلمانان است. سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داد که درگیری‌های میان نیروهای فدرال اتیوپی و شبه نظامیان محلی در شمال غرب اتیوپی پناهندگان سودانی را در معرض خطرات جدی قرار داده است. در منطقه آماره پناهندگان با آزار و تهدید گروه‌های مسلح مواجهند و نیاز فوری به حمایت و حفاظت دارند. این وضعیت نیازمند اقدام سریع جامعه بین‌المللی است.
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که تبعیض و نفرت پراکنی علیه مسلمانان و پناهجویان در مجارستان در حال افزایش است. این گزارش بر لزوم توقف این تبعیضات و مقابله با نفرت پراکنی تأکید دارد. همچنین نگرانی‌های درباره آزار اقلیت‌های دیگر مطرح شده است. دولت مجارستان تا کنون واکنش به این گزارش نداشته است. بر اساس گزارش CDC آفریقا، شیوع آبله میمونی در این قاره ادامه دارد و شمار قربانیان به بیش از 1100 نفر رسیده است. در هفته گذشته 50 مرگ و 4051 مورد ابتلا گزارش شده است. تا کنون 42438 مورد در 18 کشور ثبت شده که نشان دهنده افزایش 380% نسبت به سال گذشته است. کودکان پناهجوی روهینگیایی در دهلی به دلیل نداشتن مدارک هویتی با مشکلاتی در ثبت نام در مدارس دولتی مواجه هستند. این موضوع زندگی تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار داده و والدین نگران آینده فرزندان خود هستند. فلان حقوق کودکان خواستار رسیدگی به این معضل شدند، زیرا این وضعیت نقض حقوق آموزشی محسوب می شود. ناسا از لباس‌های فضایی جدید برای مأموریت بازگشت به ماه رونمایی کرد که توسط شرکت اکسیوم اسپیس و برند لوکس پرادا طراحی شده است. این لباس‌ها سفید، مقاوم به حرارت و مناسب پیاده‌روی‌های فضایی تا 8 ساعت هستند و فضانوردان را در برابر شرایط سخت ماه محافظت می‌کنند. مأموریت بازگشت به ماه در سال 2026 انجام می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که ماست پرچرب می‌تواند تا 99% از ترکیبات بدبوی ناشی از سیر را کاهش دهد. سیر با وجود محبوبیتش در غذاها باعث بوی ناخوشایند دهان می‌شود. پژوهشگران دانشگاه ایالتی اوهایو توصیه می‌کنند که پس از مصرف غذاهای حاوی سیر برای کاهش این بو مقداری ماست طبیعی مصرف شود. محققان دانشگاه جانز هاپکینز تراشه‌ای کوچک طراحی کردند که می‌تواند نشانگرهای خونی حمله قلبی را در عرض چند دقیقه حتی در غلظت‌های بسیار پایین شناسایی کند. این فناوری تشخیصی قابل استفاده در منزل است و زمان تشخیص را کاهش می‌دهد. تشخیص سریع در مواقع حمله قلبی می‌تواند به بهبود جریان خون و کاهش آسیب قلبی کمک کند. برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان به کانون گرسنگی در جهان مبدل شده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته 3/4 کل جمعیت این کشور نمیتوانند یک وعده غذایی کامل بخورند. همزمان گزارش تازه شاخص جهانی فقر چند بعدی نشان میدهد که 70% کودکان افغانستان در فقر به سر میبرند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم میبینیم. گزارش جدید برنامه جهانی غذا شاخص جهانی فقر چند بعدی که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی دانشگاه آکسفورد منتشر شده را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش افغانستان حدود 5 میلیون کودک فقیر بیشتر از بزرگسالان دارد. به طور دقیق 15,500,000 کودک و 10,800,000 بزرگسال در افغانستان در فقر به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، محرومیت از آموزش و سوء تغذیه از عوامل اصلی فقر در میان کودکان افغانستان است. گزارش یاد شده نشان می‌دهد که 53% از خانواده‌های فقیر در افغانستان با کودکی زندگی می‌کنند که از حضور در مدرسه نیز محروم است و 45% از خانوارهای فقیر با کودکی زیر 5 سال که دچار سوء تغذیه است زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد در آخرین به روز رسانی شاخص فقر چند بعدی جهانی اعلام کرده است که حدود 70% از جمعیت افغانستان در سال 2022 تا 2023 در فقر زندگی می کردند.
همزمان با این رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که حدود 27 میلیون نفر نمیتوانند غذای کافی بخورند و خانواده ها در سراسر این کشور برای سپری کردن زمستان به کمک های فوری غذایی مداوم نیاز دارند. سخنگوی این نهاد گفته که برنامه جهانی غذا برای ادامه فعالیت در 6 ماه آینده در افغانستان به بیش از 600 میلیون دلار نیاز دارد. سال گذشته برنامه جهانی غذا به دلیل نداشتن بودجه 10 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان کمک‌هایش در افغانستان خارج کرد و تابستان امسال 11 میلیون نفر از دریافت کمک‌ها محروم شدند. از جمله این افراد 2 میلیون مادر و کودکشان می‌باشند که هیچ مواد غذایی ویژه برای مقابله با سوء تغذیه دریافت نکردند. مرکز مطالعاتی امنیتی و پژوهش پاکستان گزارش داد که از ژانویه تا سپتامبر سال جاری 717 حمله مسلحانه از جمله انفجاری و انتحاری در این کشور رخ داده است. در سپتامبر 77 نفر در این حملات کشته شدند، شامل 38 نیروی امنیتی، 23 غیر نظامی و 16 تندرو. همچنین 132 نفر زخمی شدند که 78 نفر از آنان غیر نظامی و مابقی نیروهای امنیتی بودند. ایالت خیبر پختونخوا بیشتر این خشونت‌ها را تجربه کرده و آمارها نشان می‌دهد که حملات نسبت به سال گذشته 47% و تلفات 9% افزایش یافته است. دیوان عالی هند اعلام کرد که به درخواست بازگشت وضعیت ایالتی برای کشمیر رسیدگی خواهد کرد. این درخواست بر ضرورت بازگشت وضعیت ایالتی به حالت قبلی به صورت زمانبندی شده تأکید دارد و پس از تأیید لغو ماده 370 قانون اساسی هند در دسامبر 2023 مطرح شده است. دیوان همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات مجلس تا سپتامبر 2024 تأکید کرده که نشان دهنده نیاز به احیای دموکراسی در کشمیر است. بررسی این درخواست چالش‌ها و خواسته‌های ساکنان کشمیر را مد نظر قرار می‌دهد و به مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق شهروندی در این منطقه می‌پردازد. سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر لزوم پاسخگویی طالبان تأکید کرده و اعلام کرده است که تنها سخن گفتن نمی‌تواند سرکوب‌های جاری در افغانستان را متوقف کند. این سازمان خواستار اقداماتی قاطع‌تر از سوی کشورهای جهان علیه طالبان شده و از دولت‌ها خواسته است تا اقدام‌های عملی برای پاسخگو کردن این گروه انجام دهد. همچنین نهاد حقوق بشری رواداری اظهار کرده که تمرکز بر مسائل حقوق بشر و آزادی بیان در شرایط حاکمیتی طالبان غیر ممکن شده است و این وضعیت نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری جامعه بین‌المللی است. یونیسف تاکید می‌کند که فقر تنها ناشی از کمبود مالی نیست، بلکه با انگ و برچسب زدن اجتماعی نیز مرتبط است که این موضوع به ویژه برای کودکان خانواده‌های فقیر آسیب زننده است. این کودکان به آموزش، بهداشت و حمایت‌های ضروری دسترسی ندارند و این وضعیت می‌تواند تأثیرات جدی بر رشد و آینده آنها داشته باشد. یونیسف معتقد است که مقابله با فقر نیازمند کاهش انگهای اجتماعی و فراهم کردن دسترسی به منابع اساسی برای همه به ویژه کودکان است. ایجاد سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های آموزشی می‌تواند به بهبود وضعیت این قشر آسیب‌پذیر و شکستن چرخه فقر کمک کند. وزارت امور خارجه ویتنام در همکاری با وزارتخانه‌های علم و فناوری و کشاورزی نخستین کنفرانس ملی حلال را در هانوی برگزار می کند. هدف این کنفرانس تقویت توان داخلی و همکاری های بین المللی برای توسعه پایدار صنعت حلال ویتنام است. برگزار کنندگان به دنبال افزایش تجربه های مشترک و ارائه پیشنهاداتی برای توسعه بازار محصولات حلال هستند. این رویداد شامل مذاکرات برای امضای توافقنامه‌های همکاری میان نهادهای محلی و شرکای بالقوه خواهد بود. انتظار می‌رود 500 نماینده داخلی و خارجی در کنفرانس حضور یابند و نخست وزیر ویتنام نیز سخنرانی خواهد کرد.
صنعت حلال پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد و پیش بینی می شود تا سال 2028 به 10 تریلیون دلار برسد. و اما خبر پایانی امشب، در یک حمله انتحاری که روز گذشته در رستورانی در پایتخت سومالی موگادیشو رخ داد، حداقل 7 نفر جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله که توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شد، در نزدیکی یک ایستگاه آموزشی پلیس واقع شده بود و به احتمال زیاد هدف آن نیروهای امنیتی بوده است. شایان ذکر است گروه تروریستی سنی های تندروی الشباب وابسته به القاعده مسئول بسیاری از این نوع حملات در سومالی است و به دنبال سرنگونی دولت و ایجاد حاکمیت جدید در کشور است. گفتنی است این حادثه بار دیگر وضعیت امنیتی ناپایدار در سومالی را به نمایش گذاشت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تغییر رویکرد بریتانیا در قبال اتهامات نسل کشی علیه اویغورها پیش از سفر به چین. نگرانی سازمان ملل از افزایش فقر در افغانستان. ماه گذشته 77 نفر در نتیجه حملات مسلحانه در پاکستان کشته شدند. دیوان عالی هند درخواست بازگشت وضعیت ایالتی کشمیر را بررسی می کند. عفو بین الملل خواهان توقف سرکوب و نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان شد. تأثیر فقر بر کودکان و جامعه از نگاه یونیسف. برگزاری کنفرانس ملی حلال در ویتنام برای توسعه همکاری‌های اسلامی. و حمله انتحاری در موگادیشو توسط سنی‌های تندروی الشباب. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایار و نگهدارتون.